وای زمستان سال 83 هست و به همت دوست عزیز و هنرمند آهنگساز و نوازنده چیردست ویولن لقمان عتمی تونستیم شما رو زیارت بکنیم. خوشحال هستیم از اینکه شما رو بسیار سرحال سرپا شاداب. امروز همونطور که آقای میلاد کیایی فرمودن افتخاری دست داد در حضور استاد ابراهیم قنبری که حقیقتاً یکی از اسطوره‌های تکرار ناپذیر تاریخ ایران این رو هم بفرمایید. بله، در زمینه طرح و اجرای ساختار سازهای ایرانی و ویولون که واقعاً ایشون شهره عام و خاص هستند در اکثر جاهای دنیا حتی کاراشون هست و بنده هم افتخار اینو داشتم که در مرکز آموزشی که در امریکا دارم تمثال ایشون رو با یهودی منوهین داشته باشم و انگلیسی هم حتی اطلاعات رو زیرش نوشتیم. به هر حال خیلی خوشحالم از اینکه استاد این موقعیت رو ایجاد کردید که در حضورتون با دوست ارجمندم آقای میلاد کیایی که ایشون هم یکی از موسیقیداران برجسته هستن خدمت برسیم و لحظاتی در حضورتون باشیم. جناب قنبری، شما میدونید چند تا ویولون ساختید تا حالا؟ نه چیز نداشت. انقدر من حقیقت اگر راستشو بگم بهتون انقدر عاشقانه میرفتم، اصلا فکر این چیزا نبودم. باور کنید اینی که میگم چیزی که به فکرم نمیرسید جمع‌آوری چیزایی، فقط خود مسئله رو کار داشتم. خیلی هم به من انتقاد میکنن که خب بابا تو یه کارنامه ای رو چیز میکردی و اصلا من به فکرم این چیزا نمیرسید. خدمت رو عرض کنم که من افتخار دارم که چند تا از سازهای شما رو داشته باشم. خواهش میکنم. خوب خاطرم هست اولین ویولونی که میخواستم ابتیا کنم از دوستی یادشون به خیر آقای منوچهری. بله به من گفتن که شما باید به حضور استاد برسید تا ایشون تایید کنن این ویولون مال شما باشه و به هر حال من تماسی که گرفتم بازتون در امیریه زندگی بله خدمت رسیدم و بعد از اینکه شما صدای ساز بندر شنیدید موافقت کردید من ویولون ازشون بگیرم. ایوالله چقدر خوب یادتونه. این اصلا حس من همیشه اینجوری بوده. بله هنوز هم همین روال هستش. من باور کنی اصلا چون ببینید ویولون رو که وقتی نوازنده میزنه ویولونه بگنه یه جعبه هست. اگر بخواد این پول با پول رد و بدر بشه اون معناش از بین میره. البته پولم گرفتیم زندگیمون هم خوب تا به حال گذشته بله. اما اصل اون بوده که شخص میخواد با این ساز چه بکنه، میخواد بزنه، میخواد احساسش رو این ساز بریزه. خب اون موقع من در خدمتش بودم، اصلا احساس من همیشه این بوده تو سازسازی. باور کنید اینی که میگم آقای عتمی، من کم دوست دارم که اغراق بکنم، همیشه دارم میخواد راستشو بگم. من با عشق این کار رو میکردم و با عشق این کار رو میدادم دست کسی. اول رابطه معنوی بین من و نوازنده باید ایجاد بشه، بعد رابطه پولی. حالا من نمیدونم یه چیزی رو دارم الان دیگه رفتم توی حالات اون قدیم خودم، میتونم یه تعریفی رو از زندگیم بکنم؟ من برامون ما برای همین اومدی خدمت شما. من یه روزی جورج مارتوروسیان سولیست ارکستر سمفونیک بود یه مدتی تلفن کرد که این آقایی که یه آقای از آلمان اومده بود کنسرت بده اینجا ویولونش میفته میشکنه توی تمرین. تلفن کرد به من که آقا ایشون ویولونش شکسته و میخواد نهدت کنسرت. من گفتم کسی هست که اینجا ویولون تو تعمیر بکنه؟ بله. اینو قبول کن، اینو زود تعمیر کنیم که این 3-4 روز دیگه برنامه داره.
نره آلمان. گفتم بیاد. اومد و یادم میاد بعد از ظهر بود، نگاه کردم دیدم بله بیرون شکسته، صفحه برداری لازم داره، کار زیادی هم داره ولی خوب عملیه. گفتم بهشون بگید بیانتون درست میشه، خاطر جمع باشید برای کنسرتون رو میرسه. به هر جهت خلاصش بکنم، من همین اینها که رفتم بیرون تا ساعت 12 شب خودم میاد روی بیرون کار میکرد. یه استراحتی کردم، صبح رفتم اداره، کارهای ادارم رو جور کردم، گفتم من میرم دیگه نمیام. بیرون رو برای 4-5 بعد از ظهر آماده شد، تمام وقتم روی بیرون. تلفن کردم گفتم بهت فوری بیاد. خراجت اومد و خب با ناامیدی دست زد به ویولون و دید نه از نظر ظاهر درسته. یادم میاد آرشه رو کوک کرد، یه کورت رو ویولون زد و چپ و راست و یه دفعه هم احساسش عوض شد. باور کنید حالا من اون حالت ها اگه یادم نمیتونم خودم رو نگه دارم. من دیدم این همینجوری یه ویولون این دستش، آرشه این دستش اینجوری اومد مات زده تو چشمان نگاه کرد، دست انداخت، گفت از اولش بهتر شده. خوشحالم کرد، منم خب دگرگون شدم اصلا. پس یک حالتی پیدا شده اینجا. بعد یه لحظه این اومد سر چیزو دست کرده تو جیبش، یه مش اسکناس در آورده، هی میخواد جبران کنه. گفتم آقا، گفتم بهش طور خدا اینا رو که من میگم بگید، بگید آقا اجازه بدید من کار دارم، یه قهوه چایی بخوریم و به این برسیم. اصل مطلب یه چیز دیگه بود که داره درست میشه. برجت بشوندم بشو آرام شد و اینا. گفتم از ایشون من چند تا سوال دارم. گفتم شما میدونید تو چه مملکتی اومدید؟ گفتم میدونید تو کشور ایران هستید، ما دارای فرهنگی هستیم، اون فرهنگ رو شما نمیشناسید هنوز. گفتم ما به مهمان نوازی معروفیم تو دنیا. شما الان تو یک دهاتی برید که به عنوان مهمان وارد اون خونه منزل اونا بشید، هرچی هستی نستیشه میشه جلتو. ممکنه بعد از شما هیچی هم نداشته باشه، ولی اونجا رو به عنوان یه مهمان شما رو ازتون بذاره. شما مهمان ما هستی، اومدی اینجا برای ما موسیقی اجرا بکنی، ما رو شاد بکنی. دیروند شکسته از چه کشوری بودن؟ آلمان. از کردم اول گفتم شما اومدید ما رو شاد کنید، موسیقی برای ما اجرا کنید، ویرون شکسته، من از شما پذیرایی کردم. ویرون شما تعمیر کردم که پول بگیرم، من به عنوان یه مهمان از شما پذیرایی کردم. همین ایجاد آوازه نیک میکنه از شما که کرده. من خاطرم هست که وقتی خدمت شما رسیدم برای اولین ویرونی که میخواستم بخرم از دوست عزیزی که ذکر خیرشون شد، از شما سوال کردم جناب قنبری، شما چرا وقتی که ویولونی که فروختی به شخص دیگری، به چه دلیل شما میخواید کنترل داشته باشید روی اینکه این نفر بعدی دست کی میره؟ برای من خیلی جالب بود. گفتم خب مثل من اون موقع فکر میکردم خب ویولون ساختید دیگه مثل ماشینه دیگه، حالا کمپانی دیگه نمیتونه چیز داشته باشه، کمپانی مثلا تویوتا بگه که این ماشین من دست کی میره بعدن. ولی شما مطلب جالبی فرمودید و فرمودید که من دلم میخواد که اولا بازار سیاه درست نشه و در ثانی دلم میخواد سازهای من دست کسانی باشه که توانایی اجرا دارن در موسیقی، نمیخوام سازم دست هر کسی باشه. به هر حال اولا بسیار خوشحالم که من دو تا از سازهای شما رو دارم. ساز دومی که میخواستم بخرم به شما زنگ زدم و فرمودید که شما امتحانتو دادی میتونی بخری سازو بردی. آهش میکنم. و واقعا هم دوستان عزیز که با موسیقی آشنایی دارن
اکثرا دنبال سازهای شما هستن. شنیدم اینو بله شنیدم و خیلی تقلق میکنه که ساز قنبری میزنم. میدونم که خب سازهای شما خصوص قنبری محدود اونایی که ساختید. بله اینو دو سه نوع هم هست. مثلا پاری ها کار خیلی بهتری روش کردم، سر حال بودم، پاری وقتا ساده سازی کردم، پاری ها رو یه خورده زیبایی بهش دادم. اینا اینا اصولا چند نوعه. اتفاقا یه وقت چند سال پیشم یکیشو گرفت، برای یه نفر میخواست برای خارج گرفت پاسش، یعنی پیش یه نفر بود، من به اون میخواست بفروشه، دادم به ایشو. خب اونم یه سازی بود که روش کار کرده بودم دور تا دور چند الان هم مثلا یه دونه ساده اینجا دارم، کار کردشم دارم، برای موزه نگه داشتم دارم. یه سازتونم اخیراً مثل که به دست آقای رحمت الله بدی هستش. آها بل ایشون نامه نوشت به من. آره چند سال، 7-8 سال پیش بود. این ساز آبودن امریکا من دیدم. بله درسته. نامه نوشت که من ساز دیگه ندارم، یه دونه فقط دارم، یکیش دادم به دخترم، تقاضا کرد یه ساز. منم دیدم خب واقعا ایشون هم نوازنده چیره دستیه، یه ساز نسبتا خوبی هم از نظر صدا دهندگی هم خوب بود، دادم براش برد. و حتی داستانش هم خیلی طولانیه، نمیخوام توضیح، ولی در صورت استاد ابراهیم قنبری مهر فقط درسته که اشتهارشون در رشته ویولون جهانی شده. بله. و همونطور که اشتهار شما فرمودید، من حتی شنیدم که یهودی منوهین بعد از اون ویولونی که از استاد دریافت کردن، کنسرت هاشون رو با اون ساز در سطح جهان اجرا میکردند. و خب این برای ما ایرانی ها به طور کلی افتخار بزرگی است. اما اینجا لازمه که اشاره بشه که استاد علاوه بر ساز ویولون که خب اشتهارشون بیشتر در این رشته بوده، بدعت گذار و تأثیر گذار در ساخت سازهای سایر سازهای ملی بودن، مثل تنبک، مثل سنتور. به عنوان مثال اولین سنتور کروماتیک رو که قابلیت اجرای فقط یک دستگاه رو نداشته باشه، طرحش رو استاد پیاده کردن. البته بنا به دلایلی اونطوری که باید، شاید جذب بازار هنر، شاید به دلایلی که الان در این فرصت نمیشه صحبت کرد، نتونست راه پیدا بکنیم. ولی کاری که ایشون کردن و ابتکاری که به خرج دادن این بود که با یک سنتور این قابلیت رو پیدا میکرد که بشه کوها رو همزمان عوض کرد و گام های مختلف موسیقی رو یا در زمین تنبک، اولین تنبک کوکی. خب اینا کاش بود و شما میتونستید فیلم من اون تنبک رو دارم خودم، اتفاقا میدارم که تر روی پرونده یا دیپلم تنبک نوشته شده. بله. تر از استاد ابراهیم قنبری مهر و اجرا آقای هلمی. بله درست. و خیلی جالبه این سیستم اتفاقا. بله نه خب این تری که ایشون داده بود و ساخت مال ایشون خب یه پدیده دیگه است. به هر حال اینا نمونه هاست. یا مثلا هارپ یا همون چنگ که اسم جهانیش هارپه. بله. یه چیزی بوده شاید 40 یا 45 سال پیش. استاد قنبری من یادم میاد که این رو میخواستن از خارج خریداری بکنن برای که سمفونیک و وزارت فرهنگ هنر، اون موقع یه بودجه سنگینی رو میبایست برای این کار تهیه بشه. خوب شما مطلع هستید از جریان. و استاد قنبری پیشنهاد میدن که برای صرف جویی بهتره که این کار نکنید، من این ساز رو میسازم، به من مدل بدید. خب طبیعی است که ناباورانه بود برای مسئولان امر و امر که در اندیشه این مرد بزرگ چی هست که یه چنین حرفی بزنه. در حال وقتی این ساز ساخته میشه، حالا نمیخوام که تعریف ازم، به گفته متخصصین یعنی نوازندگان هارپ و میدونی اغلب هم خارجی بودن میامدن ایران، سازی که ایشون ساخته بود خوشتنین‌تر، خوشترتر و خوشتراشتر و به خصوص خوشتنین در بوده. بله. و خب این واقعا یه مملکت ما افتخار میکنه. و اتفاقا جالبه، من یکی از دوستانم که به ایران سفری کرده بود برای من یه دستگاه خیلی جالب بود که اونم تحت طرح استاده.
و من چون خودم در رشته الکترونیک تحصیلات دارم و یه مقدار ذهن خلاق دارم، احسنت فرستادم به این نبوغ استاد در زمینه‌های مختلف جلوه‌گری کرده. مثلا این دستگاه جالبی که شما سیم تار و ستار رو بله با این دستگاه آماده می‌کنی برای انداختن روی، یعنی سیم برای سنتور هم احتمالا همین کار رو میشه بره. انتهاشو که میپیچن اون قلاب ها رو درست بکنه. و خب این خیلی نشون میده که ایشون چه نبوغی در زمینه طرح و اجرا و ساخت و طرح اجرا و ساخت و ساخت از چوب هایی که عرض میکنم یه الان خب نوازنده های و به خصوص سازنده های ساز های ایرانی خیلی زیاد شدن، خیلی زیاد بره. که البته خوب بودنش رو زمانه قضاوت خواهد کرد، یعنی نمیشه فرق 20 سال 30 سال 40 سال دیگه ما متوجه میشیم که کی خوب بود کی تاثیرگذار بود. یعنی ولی اون چیزی که جالبه وقتی ما میریم در کارگاه این هنرمندا یا هنرمند نماها، نمیدونم به هر حال چی بگم، ان شاءالله که هنرمندن، افتخارشون اینه که مثلا یه دیدار با استاد قنبری داشتن و میگن ما افتخار شاگردی ایشون باشیم، مثلا عکسی که با ایشون داشتن مثلا در قربان کیه که نکنه ما هم افتخار داریم. خب بگم این تا این حد ایشون تاثیرگذار بودن در این فرهنگ سازسازی. خب آقای کیه همطور که ذکر خیرش هم رفت قبلا، اصولا دارای محسنات و هنری یا سازندگی یا نبوغ و خلاقیت به تنهایی نمیتونه یک شخص رو در جامعه شاخص بکنه، حتما این باید با یک مشخصات انسانی و زیربنای فرهنگی، زیربنای فرهنگی باشه که واقعا استاد قنبری هر دو رو به طور مساوی دارن و واقعا در هر جای دنیا که صحبت ایشون میشه همه به نیکی یاد میکنن. خب هنرشون هم که یه هنر غیر قابل تقلیدیه، من حتی از شاگردای درجه یک ایشون رو دیدم که انگوش کوچیک استاد هم نمیشن. خواهش بزرگم. من برای شاگردای خوبم تربیت کردم، بعد میشه چند تاشون هم معرفی کنم خودم. برای اینکه یه واقعیت اینجا داره گفته میشه، از منهای اینکه خب یه مقدار محبتیست که من میبینم پراکنده میشه که من جذب میکنم این محبت ها رو، ولی یه واقعیت توی ایناست که من اینو حس میکنم که فقط اون نیست و اون اینیست که اینو الان میخوام بگم که تکمیل بشه. ببینید ما کوچیک بودیم یادم یا تیل بازی میکردیم. بله قشن یادمه، اون موقع چیزی نبود، وسیله با کامپیوتر که نبود، میرفتیم تو بچه ها جمع میشدیم تیله درست میکردیم، تیله های گرد و میزدیم بازی یا پاریا گرد و بازی میکردم. خب اون که بازی قشنگی بود برای اون زمان ما. بعد یواشه های بزرگ شدیم یه بازی دیگه کردیم، مثلا الک دلک بازی میکردیم. اگه خواهد من میدونید خاطره دارید از الک دلک بازی، بازی قشنگ دوران هم داریم. بله ولی همینجوری این بازی در سنین مختلف تغییر کرد، یواش یواش کار کردی برای هم معاشمون همچین، بعد اومدیم بازی جور دیگه کردیم، موسیقی رو شروع کردیم که اصلا دیدیم عاشقانه با موسیقی کار داریم، رفتیم شاگرد سوا شدیم. چرا رفتیم شاگرد سوا شدیم؟ چرا انتخابمون سوا بود؟ بدون اینی که من بدونم سوا کیه، یادم میاد از رادیو هفته دو روز یا یه روز یادم میاد سولوی سوا پخش میشد اون موقع. بله رادیو هم توی مملکت خیلی کم. من وقتی که سبا ساز میزد باور میکنید مثل اینه که تمام نوت‌هایی که از زیر دست این در میرم تمام حس میکردم، ولی هیچ هم به موسیقی نمیدونستم. یک رابطه بین من و سبا ایجاد شده بود که یادم میاد وقتی که
من که رادیو نداشتم، یه بارا خونه بود، همیشه این هم مثل اینکه عاشقانه همیشه میگرفت سلوی سوارو، این که میگرفت من میلرزیدم که نکنی صدای رادیو رو کم کنه. اینقدر احساس داشت. بالاخره این ور و اون ور زدم رفتم پیش سما، پیداش کردم رفتم بالا. اون داستان رو من طولانی نمیگم چون تو مصاحبه‌ام گفتم برخورد اولی هم با سما چجوری بود، اونه چا طولانی نشه. برجت جان کلام من چیز دیگه است اینجا، ولی میخوام بگم که این بازی تبدیل شد به ساز زدن، ساز ساختن که به پیشنهاد سوا شد و همینجور ادامه پیدا کرد. ولی همه اینا رو ما اینجا یک کادری تو این برای اینا میبندیم، ولی همه اینا باید در خدمت یه چیز دیگه باشه. این بازی رو ما میکنیم که روابط انسانیمون با هم دیگه درست بشه. آفرین. این جان کلام بود. این بازی اون وسیله داده دست من، این طبیعت، این اجتماع، هر کی بگید. این وسیله ایش داده دست من، من با شما روابط انسانی برقرار کنم. اگه یه سازی رو شما دوست دارید، یادم میاد یکی از دوستان که در سنتور سازی خیلی هم مثلا مسئله داشته، یه روز اومد به من گفت بیا سنتور دو امضاه با هم بسازیم. حالا یه خاطره پیش میاد، طولانی هم میخوام نشه. گفتم که ببین، من اصلا رشته من چیزای دیگه است، اگر بخوام سنتور بزنم یادم میاد یه جاهایش هم دست میزنم، من حوصله‌ام ندارم. گفتم میخوام 30 تا سنتور بسازم. گفتم بکن این کار. گفت یک شب بفروشم، یادم میاد بعد از انقلابم بود. بهش گفتم که آقای فلان، نمیخوام حالا اسم برم، گفتم که ببین سازتو بساز، چرا از همین الان داری راجع به یه چیزایی صحبت میکنی؟ سازتو بساز. یه نوازنده میبینی عاشقه نداره، یه جوری باش کنار بیا، ساز بده بهش، اون ساز مال اونه. فلان دکتر هم دلش میخواد ساز تو رو داشته باشه، از اون اضافه بگیر، اشکال نداره. بعد گفت باریکلا واقعا چقدر خوب چیز کردی. رفت به جان خودم. 3 سال بعدش خبر رسید به من که آقا رفتیم. بهش میگم آقا این قصی از من بگیر. گفتم به من چه، برو فرش زیر پاتو بفروش، بیا پول ساز منو بده به من. ببینی این فرق میکنه با اون فکر اولیه. ما این کارا رو که میکنیم، این کارا زندگی واقعی ما اونجاست که روابط انسانی با هم دیگه برقرار کنیم. از ثروت فرض کن میلیارد ها ثروت، وقتی که اون روابط تو جامعه نباشه معنی نداره این ثروت، کاری نمیشه با این ثروت کرد. ثروت واقعی اینجا نهفته است که من میبینم شما چه محبتی میکنید. واقعا دیگه اصلا برای من قادر نیست که بگم که واقعا امروز چه حالی پیدا کردم، چه این دیدار برام چی بوده، واقعا اونو نمیتونم بگم. ولی اصل موضوع این بازی ها بازی است که به اینجا منتهی بشه. من در درجه اول باید از خود شما تشکر کنم که برام این نیروی محرکه رو در من ایجاد کردید که به ایران بیام و شما رو زیارت کنم. و در ضمن از دوست ارجمندم موسیقیدان و برجسته آقای میلاد کیایی که عامل مؤثری بودن در این دیدار. خوشحالم، منم واقعا از این آشنایی خوشحالم. منم ممنون میشم که استاد، با اینکه خیلی به درازا کشید و وقتشون رو خیلی گرفتیم، در عین اینکه خدا رو شکر ایشون خیلی خوب و سرحال و سرپا میبینیم و رنگ روی خوب، انشالله که سالهای دراز سلامت و زنده باشن و همچنان سایه‌شون بر سر این فرهنگ مملکت گسترده باشه. اگر امکان دارید چند از شاگرداتون رو که مورد تاییدتون هستند نام ببرید، که من می‌دونم لقمان این اثر رو می‌برن اینجا و منعکس میشه و بد نیست که شاگردهای شما هم مردم بشناسن اونایی که مطرحند. والا این کار از نظر من یه مقدار مشکله، برای اینکه
ما زیاد شگفت داشتید؟ نه خب نه، خیلی ها بودن چیز، ولی من اون شاگردی رو بیشتر دوستش دارم که از نظر اخلاقی درست باشه، نه فقط از نظر چیز. اخلاق خود در کارم تاثیر میگذاره حتما. حتما. اصلا غیر از این باشه اون چیز آن از توش میره. اینو بزنید خود جامعه قضاوتشو میکنه. بسیار. بله. بله همطوری که فرمودن واقعا هم از قدیم گفتن فرهنگ و هنر، یعنی فرهنگ رو مقدم بر هنر دونستن و واقعا هم قلب هر چی باشه، اندیشه هر چی باشه به مرور در اثر انسان، حالا اگه آهنگسازی در آهنگسازش، اگر خواننده است تو خوندنش، اگر سازنده است تو ساختار خودش واقعا نمودار میشه. حالا اینی که شما فرمودی هی خاطره بیاد یادم میاد همون دوست عزیزمون که قبلا صحبتش شد راجع به ضرب و فلان و اینا، ایشون خب خیلی میمد پیش من، حرفایی هم میزد اینا کارا. یه دفعه اومد راجع به تهرانی یه مقدار تون رفت من یکی دو بار اشاره کردم که آقا این رو از ذهن دور کن، این نوع فکر رو. گفت نه من حقیقت رو میگم اینو. گفتم تو حقیقت هنوز درک نکردی چی کجاست. گفتم که تو فقط فکر میکنی که بحب. تهرانی رو زرد تهرانیش کرده. آها. گفتم اشتباه میکنی. گفتم تهرانی اگر بقال میشد توی میدون راهن بقالی میزد از شمرون یارو بلند میشد میگو برم دکان تهرانی جنس بخرم. بخ چه مثال درشت. این شخصیت تهرانی اینه، اگه بقالم بود اینجوری بود. آره. گفتم تو اونو نداری دیگه، مجبور شدم درگیر شدم دیگه. گفتم تو بگرد اونو پیدا بکن. تو آخه ضرب یه نفر 40 سال زیر بغلش باشه یه چیزی میزنه که اون 20 ساله نمیتونه بزنه. این دلیل بر هنر و شخصیت انسان نمیشه. اون آن رو ما از دست داریم میدیم. تهرانی اونو داره. خدا شاهده باور کنی برخوردی با من تهرانی کرد اصلا مات هم بود. یه روز سوا به من گفت نمیدونم حالا طولانی میشه یه خود ولی اب نداره نه بفرم. نشسته بودیم پیششون رو یه دفعه هم چی کرد این حسین چند دفعه تا حالا به من گفته ببینیم که حسین داره با تو. البته خب حسین منظور آقای تهرانی بود بعد از صحابا و تهرانی یه جوری بودن با هم مثلا. خب یه حسین چند دفعه تا حالا به من گفتم که خب کجا ببینمشون؟ گفت این سه‌شنبه ها هنرستانه میتونی هنرستان ببینیش. گفتم چشم از سه‌شنبه یه دفعه همشه که گفت همین الان ساعت 10 توی عرق فروشی سر چیزه. خدا شاهده این خاطره هیچ وقت همه الان ساعت 10 توی عرق فروشی سر شابا یه سکندری بود یه عرق فروشی بود اونجا. گفت همین الان اونجاست. گفتم خب منم خب مؤدب بودم پیش استاد گفتم اگه اجازه بدید میخوام همین الان برم ببینم. گفت پشت برو. من بلنش این رد بود خب زهیر الاسلام تا شعبان چند قدر رو بود. رفتم دیدم به علاقه های تهرانی بایز دادن اونجا و با یکی از دوستانشون و پیاله ایسا رفتم و خب من تهرانی میشتفتم برای که خب اون تهرانی بود منم که خب شنیده بود از سبا منو شنیده بود از بود این من کارش دارم. رفتم سلام کردم گفت سلام. حالا اون قیافه رو باید واقعا فیلم کاش که میگه گفت سلام من مؤدب وایستادم گفتش که چه فرمایشی دارید. گفتم که راستش اومدم اینجا راجع به ضرب با شما صحبت بکنم. بله. یه دفعه اینجوری کرد رو کرد به رفیقش گفت آقا اینه ببین تو رو خدا این اومده تو عرق فروشی راجع به ضرب میخواد با ما صحبت کنه. خب اون میبینی فکر کرده من میخوام برم ضرب بزنم. خب اینو ببین اومده تو عرق فروشی اومده راجع به ضرب میخواد با ما صحبت کنه. یه دفعه
یه مکسی کرده. گفتم من نمیدونم تو کی هستی، کی تو رو معرفی کرده. خب برخورد با یه انسان تون بود. شما فکر بکنید همه چیزها رو بذارید که سبا و همه رو بذارید کنید، یه انسان این اینجوری قضاوت کرده باشه. منم همینجور واقعا تو هم رفتم، اکسون اول نمیتونم نجوم بدم، فعلا سردمدار خودشه و قدرتم در دست خودشه. بعد وقتی که این که ما اصلا نمیم تو کی هستی، کی تو رو معرفی کرده، گفتم والا من الان خدمت استاد سوا بودم، ایشون گفتن که آقای تا گفت دیگه نذاشم من حرف بزنم، گفت تو فلانی هستی؟ گفتم بله. یه نگاهی کرد اینجوری تو صورت من، باور میکنم مثل عقاب پرید اینچه دست من اینجوری گرفت. حالا ببینید یه هنرمند بودیم، یه نمره داده اینجا دیگه بله، در برخورد یه نمره داده، حالا این نمره رو میخواد جبران کنه. این موچی دست من گرفت، قشنگ یادم باور با فشار من کشید تو دل خودش، یه چیزی گفت، سرش آورد تو سینما پرواز این باز خوابشش. خب حالا اون چیز نگید شما. نه بگید یا بگید اشکال نداره، میتونم نگید ما اون در میاریم این تیکره. خب من جور دیگه میگم، من کشید تو ده سینه خود که پدر منو دوردی، آقا همه چیز پاک شد. من اگه یک مقداری ارادت بهترانی داشتم اون موقع صد برابر شد. احساس کردم هیچی تو این سینه من نمون، بلکه ارادت صد برابر شد. خب بابا اگه تهرانی بود این تهرانی رو ما تهرانی شده نه از تهرانی زرزنه، زرب یه وزیله بود تو دست تهرانی. فقط اینو کم و زیاد میکردیم. آها. این قسمه یعنی یه قلتک بود که چاسی بود. بله میومد اینجا اون وقت اینو اونقدر که میخواستیم چیز میکردیم که اینو ما دست نزنیم، همونجور که شما فرمودید اون ثابت بمونه، اون ثابت بمونه در جای خودش، صورتش هم تغییر نکنه. این یه بحثیست، ولی یه نکته مهم اینجاست که ببینید این دقتی که شما میکنید توی صد نفر یه نفر پیدا نمیشه اینجور فکر بکنه، اینقدر ظریف. ولی مشکل ما این است که الان سازندگان ما اصلا هیچ به این چیزا فکر نمی کنن، فقط فکر اینن که نه نوازندگانمون فقط فکر اینن که مثلا اگه شغلی داشته باشن و تموم بشه بره. و این اشکال سازسازی مملکت ماست، سازندگانمون تبحر زیادی ندارن، فقط فکر اینن که یه دستمالشون رو باید کنن سازی بزنن. نوازندگانمون هم توی ستا پنجتا به اندازه دست انگشتای دست من نمیتونه چیز بکنه، بتونه تحقیق بکنه کار بکنه. این است که این مشکلات رو ما داریم، برگرنه تمام اینا که شما فرمودید قابل حله، مخصوصا با تکنیک امروز که دنیای امروز چقدر تکنیک بالاست الان، اینا همه حل میشه. ولی چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ حالا بحث تکنیک کردید، من یه سوالی دارم در زمینه همین کوک سنتور از استاد. اگه اجازه بدید من بیام تو کارت خواهد شما خواهیستم ببخشید من تشمیر اینجا پس نه میخوام توی دوربین باشید. من هم در حقیقت در زمینه سنتور راجب کوکش خیلی فکر کردم، چون به هر حال این افغانی سازی بوده که خودم هم علاقمند بودم، ولی خب دست بر قضا ما رو هل دادم به طرف نوازندگی بیارم. پدرم خیلی در این مسئله محصر بود. به هر حال چیزی که به نظرم رسید با تکنولوژی امروز که میدونید خیلی واقعا از نظر الکترونیک ما پیشرفت کردیم، فکر کردم اگر شرایطی تولید بشه که هر کدوم از این گوشی های کوک سنتور
به تنهایی توسط یک دستگاه کوک کننده الکترونیکی، بله بله، که مجهز به یک موتور و چرخنده است، بله بله، به طور اتوماتیک صدای سیم رو بشنوه و خودش شما فرمان بهش بدید، بله بله، البته خودش اینا رو بیاره سر همون کوک لازمه دیگه. عدله آیا این یه تخیل خیلی به صدا بچگانه است یا اینکه نه هستم پیش. فکر خوبیه ولی عملی نیست تو اینقدر جا. نه بفرضم باشه، من فکر کنم حس توی اون کار نباشه، چون موسیقی ایرانی در واقع سرشار از حس. بله بله استاد، ببینید باز به نظرم میرسید اگه موافقید و اگه صلاح میدونید، این و این، بله بله، که شما به موازات اینجا آمده، من فکر میکنم که اگر الان این سیم اول و سیم دوم چه فاصله ای داره، بله، اگر این به همون نسبت بیاد جلوتر و بله سومی به همون و تو مسیرش بره، آیا منطقی تر نیست؟ متجرزم شدید؟ در کاملا کاملا. ببینید الان شما این رو به موازات این آوردید، بله، من فکر میکنم که از اینجا تا اینجا چه فاصله ایه، اینم همونقدر جلوتر باشه که تو مسیر خودشون باشه، این هیچ حالت پریشانی پیدا نکنه. الان شما میدید یک کمی این انحراف یک کمی به همون نسبت کاملا، و اون انحراف از این مستقیم اینجا میاد میره در مسیر گوشی، بله بله، قرار میگیره، بله بله کاملا. اینا اتفاقا درستش همینیست که شما میگید، بله، که اینا همشون در یه مسیر در بیاد. مسیر بله خودشون، بله بله، الان کاملا درسته. و یکی هم قرار گرفتن این ساچمه ها به طور عمود بر چیز باشه، این قاعده سنتور و طول چهار تا سیم یکی بشه. عرض کردم خدمت و اینو اون سید حسین افشار در بله، تقریبا در زمانی مرحوم سوا زنده بود انجام داده بود؟ بله، اصلا من یادم میاد با مرحوم سوا رفتیم خونه شونم تو چهارراه حسن آباد بود، قشنگ یادمه. بله، سید حسین افشار میدونی کی بود؟ کسی بود که خوک پیانو میکرد و تعمیر پیانو، عمر ما موقع خیلی کودک بود، بله، کوچیک بود. راجب کوک اشاره فرمودید که اصلا صحبت راجب کوک سنتور و کوک به طور کلی سازهای موسیقی ایرانی، حالا چون صحبت سنتوره و ادعاتی که استاد قنبری مهر روی این ساز کردن که خب خیلی خیلی ابتکار قشنگی است که مشکل کوک رو به حداقل رسوندن با این کار، و خب من که بوده 50 سال ساز میزنم یه همچین طرحی نیده بودم و واقعا دستون درد نکنه. حالا راجع به اون مسئله میفرمودید که راجع به کوک شما اشاره فرمودید، ببینید یه روزی آقای دکتر برکشتی کارهای منو دیدن، حتی سرپنجه تار رو تغییر داده بودم و اینا، از نظر چیز اون فن خودشون قرار بود که نظر بدن، اینا خب تایید کردن، حالا کار نداره. راجع به پرده بندی ساز من یه مقدار تغییر داده بودم، فلز کرده بودم پرده بندی ها رو، تار رو. تار فلز بود، مثل گیتار ولی نه مثل گیتار رو ماندولین ولی نه، از برنجیست که ما خودمون میدیم پرس میکنن، ولی کشویی اون حالا گیتار ثابته. دکتر برگشتی به من گفت خب تو که اینو به این قشنگی اینو زدی اینجا، خب اینا رو ثابت کن. گفتم این دکتر بزرگترین خیانت به موسیقی ایرانی، حسن اصلا گفتم موسیقی ایرانی فقط اون حسش مسئله است، اون ما ازش بگیریم. بعد گفتم بهش آی دکتر من به خودم اجازه نمیدم سرنوشت نوازنده رو تعیین بکنم، سرنوشت نوازنده رو باید خودش رو تعیین بکنه. من وقتی که پرده رو ثابت کردم روی ساز، مثل که من سرنوشت نوازنده رو تعیین کردم، میگم آقا اینجا باید بزنی، بذاری این آزادی رو ازش نگیری. خیلی واقعا خوشش اومد و اتفاقا فکر میگم شما گرفتید لبخندی که میزدید، من حس کردم. من سازو در 11 سال پیش که خدمتون رسیدم اون ساز دیدم، اتفاقا محبت کردید نشون دادید. چرا استاد من میخواستم ازتون اجازه بگیرم، حالا که این فرصت دست داد و آقای میلاد کیایی عزیزم در جمع ما هستن، ازشون خواهش کنید با این سنتور ساخته شما یه قطعه کوچیک بنوازن که ما رو نوار داشته باشیم. خوشحال میشم اگه قبول بکنید. با کمال میل، منتها این ساز باید کوک بشه. بله و یه چیزی بوده شاید دو سه ساعتی اون کوک نیست، که دلخواه البته یه کوک موقت هست، ولی تا
باید کار بشه روش. و حالا من این قول رو میدم که به قطعه بزنم که شما رو دستگاهتون ضبط کنید متا در یه فرصت دیگه. ممنون میشم اگر این کار رو بکنم، اگر سعادتی باشه، فرصتی باشه. خیلی ممنونم از محبت شما. خیلی طرح جامع و جالبی است که استاد دادند و انشالله که این اساتید سازساز نسل فعلی تحصیل بگیرن از کارهای بدعتگذار استاد و بیان این مشکل این ساز رو حل بکنن یا لااقل به حداقل برسن. اگه شما باور کنید اون موقع که من طرح این ساز رو داشتم میساختم و چیز میکردم بودید، من حتما اینا رو هم تغییر میدادم. و من چون فکر میکردم الان باز آخه میدونی چقدر کاری ها سنت گرام چقدر بد میگن آقا تو اصالت ما رو از اصالت عزوی میگم آقا اصالت اصلا معنی نداره تو زندگی. اصالت یعنی چی؟ اصالت ممکنه معنی هم داشته باشه، ولی ببین قربون این سیما رو میبینی؟ این سیما پدرم تعریف میکرد که سنتوری که زمانی که ایشون میزد زه بوده. بله سیم بله نبوده. بله زه یعنی روده تابداده گوسفند یا نخ ابریشمی هست. خب بعد وقتی از فرنگستون این سیما آمد، سنتگراهای اون موقع مخالفت پرداختن که ای دارن اصالت صاف. حالا امروز اگه بیاییم ما به جای سیم زه بنوزیم مسخره نیست، دیدن صدا بهتره، کوک بهتر میگیره. استاد کارتون رو بکنید و تأثیرتون رو گذاشتید. من از شما ممنونم آقای که از استاد قنبری به طور اخص که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و اگر موقعیتی ایجاد شد چند تا از سازهای ساخت شما رو هم من عکسش رو بگیرم که بیننده های ما ببینن. ما تو کمانچه کارهای کردیم. من شما رو حتی شما اینجا بشنم در حضور استاد ابراهیم قنبری مهر هستم و همسرشون که افتخار دادن لحظات رو در رابطه با سازهایی که ساخت استاد قنبریه ازشون اطلاعات رو بگیم. جناب استاد این سازی که دستتونه و راجع به بربط اگه بخواید از این شروع کنیم، مبره کمانچه هم هست ولی بربط رو فعلا میتونیم خلاصش بکنیم. در حدود 30 سال پیش آقای دکتر مهدی فروخ که رئیس اداره دراماتیک بود یه مقاله راجع به بربط ایران نوشته بود. بعد آقای پهلوی اینو میخونه، پیغام میده به آقای روحانی که این رو به فلانی بگید که این بربط ببینید چیه، بربط ایران رو بسازه. بعد من با آقای دکتر فروخ تماس گرفتم و ایشون اومدن و یه مقدار سوالاتی من داشتم کردم و گفتش که ما اینقدر که میدونستیم تو کتابا در آوردیم این مقاله رو نوشتیم، دیگه بیشتر از این من نمیدونم. قشنگ یادم این گذشت و یه چند سالی گذشت که خب من خیلی گرفتار بودم. بعد از اینکه اتفاقاتی افتاد اینجا، انقلابی شد و حالا هر چی اسمشو بذارم، من دیدم خب یه فرصتی هست که راجع به این بربط مطالعه بیشتری بکنم. یه موزه‌ای هم قرار شد که بسازن اینجا که به نام ما بود از اولش هم، که ما اونجا فعالیت کنیم، کارآموز بپرورونیم و فلان اینا. حالا ما طولانیش نمی کنیم. اونجا که ما رفتیم ابزار و وسیله و اینا خریدن که من فکر کردم این بربط رو الان موقعش که اینجا بسازن. که این بربط اونجا طراحی شد. بعد از مطالعات زیاد که من کردم راجع به بربط ایران، دیدم که اصلا بربط ایران یعنی خود بربط اول روی چوب نبوده، روی پوست بوده. برای اینکه بشر ابتدا به پوست دست پیدا میکنه، بعد میتونه چوب و ورق بکنه. چون این یه تکنیکیست که ما الان میفهمیم. ما یعنی پوست اول، همون جور که لباس میپوشیدن از پوست درست میکردن اینا. حالا منظورم به اینه. بعد ما بربط رو ابتدا از با پوست ساختیم، یعنی این قسمت رو چوب تبیه کرده، این الان پوسته. پوسته؟
بله بله خوبه. بله این خود ما چیزش کردیم که قشنگ بشه، مثلا جس چیزی داشته باشه. اون وقت البته اینجا پوست و چوب تلفیق شده با هم، یه صدای خیلی خوبی هم میرسه. صدای سفر تجربه کنید سفر. بله این قسمت کلی یه پوست زخیمه که همون جور ما طبق قدیم که پوست ها رو چیز میکردن و دباغی میکردن، اینا پوست خامکن مثلا گذاشتیم. البته این دیگه ابتکارات جدید با دنیای امروز هم روبرو هستیم که اینا رو خرکش رو اینجور گذاشتیم اینا. اون وقت وسعت بربت هم ما نسبت به عود زیاد کردیم، یعنی دسته عود اینقدره الان توی تمام جاهایی که متداول میزنن 20 سانتی متره، در صورتی که اینجا 25 سانت که دست ما داریم، اینجا از اینجا تا اینجا خود نوازنده میتونه روی رودسته بیاد جلو تا اینجا نوازندگی اجاره، ولی اونجا تا اینجا میاد. تنقیقت اندازش مثل اندازه ویولون ویولون آلتوست. حالا اگر واقعا اینو من توضیح میدم، اون یکیشم باز توضیح بدم، خانومم بتونه اون عودم بیاره برام از بالا. عود توی دونه چیزه که حالا این تعبیه کردیم برای روش که پوست باشه، رو دسته رو آوردیم چون که اینا وسعت نوازندگی، چون زمان ما دیگه زمانه نیست که چهار تا نوت فقط تموم بشه با یه همچین حیبتی. بعد میمونه اون وقت بعدا ما پوست و چوبیش هم ساختیم. فهمیم اونو ابتدا برای اینکه بتونیم عرضه کنیم که بگیم آقا بربط قدیم این بوده روی پوست بوده، ولی الان خب تکنیک بارا رفته روی چوب آوردیم و اینم باز همون تکنیکه با این وسعت، یعنی از اینجا تا اینجا باز میتونه نوازنده نوازندگی بکنه این عود بفرض تکنیک جدید. اینم مال دو نوع بربطیست که ما ساختیم، الانم متداول شده. البته خب مخالفت هایی هست که چرا اصالت از بین رفته، اصلا خود اصالت همیشه ایست ما توی دنیا نداریم، هیچ وقت توقفی وجود نداره، اصلا توقفی وجود نداره، به عجب حرکته فقط این. حالا اونا یه عده هستن که عادت کردن روی عادت، ما چیزی نداریم راستش، هر کسی عقیدهش محترمه برای خودش و برای ما محترمه، ولی خب ما راه خودمون رو باز بریم، مأموریت ما چیزه. در واقع ببینید کموچه هایی هم که اینجا میبینم اینا طرح شماست. بله بله ببینید کموچه ما اینو اتفاقا این کموچه خرم آبادیه که ما طرحش رو ریختیم. بله از جستش یه قیف بود اینجا اینا برخواه ساز ملیه ما یه مقدار از جست هم داشتیم، این بود که ما اینو طراحی کردیم. البته هنوز این سیماشو واه کردم من اینجا تاندور میخوره اینا میده و فلان. اینجا ما از این بر خرم آبادی هم که میخوام بکنیم درش رو بر میدونیم میشه خرم آبادی، تش بازه. بله این حالا توی دوربین دیده بشه خیلی جالبه. بله اون وقت نخواستن اینه میزنن باز میشه کمچه معمولی سولاریتش عوض بشه، ولی اینو من هنوز دستش رو عوض نکردم. کمونچه دست سرطه دستش عوضیه به جای اینکه چرا این اتفاق افتاد آقای قمری؟ ببینید سازهای ملی ما کار نشده روش، یعنی همینطوری دیمی هر کس یه نفر یه چیزی ساخته. حالا اینی که باز خیلی ممنون مرسی. ببینید این عود قدیمی که ما خوب ساختیم، ما اول عود رو ساختیم بعد بربط ساختیم. ببینید دستش چقدره؟ دسته این اینقدر است. بله. در صورتی که این دسته ببینید چقدر وسعت اضافه شده، یعنی در واقع اینی که شما ببینید چقدر طول دسته بله 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 حالا مقصود ببینید این عود ما ساخته بودیم قدیم، برفرض دیدیم نه بربطه که میگن. اون یکی از نکات چیز روانشناسی هوش و استعداد ایرانیه. بله درسته ما الان یه مقدار استعدادمون افتاده تو روی تقلب و فلان اینا، حالا ما اونو کارم، ولی استعداد هست در ما، چون من اینو بی تجربه نمیگم، تجربه دارم واقعا. ایرانی هیچ وقت سازی رو ابدا نمی کنه که از به هیکل آدم نخوره.
ببینید این فرض بفرمایید این عود وقتی که آدم دست میگیره ببینید اصلا به کل من گم میشم توش. یعنی این واقعا حالا ببینید یه بربط وقتی که من دست میگیرم منهای این که وسعتش واقعا چیز خیلی راحت ترم توش. این ذوق ایرانی نمیتونه غیر از این باش بزنه از نصیب اون دست. حالا منظورم اینه این من راجع بربط برای که باید زود رد بشم ازش این تره بربطی که دادیم ما فقط بدون مطالعه نیست. مطالعه همون رو حجاریا کردیم، روی کار چیزهای روانی کردیم، روی نمیدونم ظرافت فکر ایرانی کردیم، اضافه بر این اول چی بوده بشر اولیه به پوست روده حیوانات بوده که اینا زه کمان درست میکرده، سیما از زه بوده، خب اینا همش بوده دیگه، بعد تبدیل میشه به اون سیمی که به اون قشنگی بافته میشه و فلان. حالا منظورم کمون چم یه نفر فرض کنه یه چیزی ساخته، من قشنگ یادم بچگی بودم یه کاسه لعابی رو یارو برداشته بود، از این کاسه های لعابی روش یه پوست کشیده بود، یه دستم گذاشته بود بهش با یه دون از این میمون ها میرخصندش و کمون چم میزد. خب این همه جوری از اون اومده این برای بیا و میبینیم که ترکام همین جوری ساختن. بعد می‌بینیم که روسان تو ارمنستان شوروی خب کمانچه نوازای خیلی خوب دارید، دیدیم اونا همینجور سرتش همینجور عادت، بعد عادت میشه برای کار غلطه از من. سرپنجش هم توضیح بده. حالا ما سرپنجش مثلا اینجا ما تغییر دادیم، بله خب یه شکلی داریم، حالا اون اینو ما سرتر عوض کردیم به این صورت شده الان که این سرباری که قشنگ نوازنده میتونه راحت با اکول خیلی این کمونچه آلتوه. این نه، این کمونچه یه سوپرانه بزرگه، یه نوع کوچیک ما ساخته یه نوع بزرگ که این یه کامله یه سه. و آلتوش هم این یه خود بزرگتر ساختیم این که بین رنج سوپرانو و آلتوه بله که بتونیم یه وسعتی. آخه ما اینا رو میخواستیم یه کوارتت درست کردیم، میخواستیم اصلا نوازنده های تربیت بشن برن توی دنیا با این سونوریته یه کارهایی بکنن، چرا سونوریته خیلی چیزی داره، نوعی داره. این وقت الان سوپرانو کوچیکش هم هست، اینه میدم کوچیکشه، یعنی معمولی شد بینیم این یه کمونچه ایست که به اصطلاح جمع و جوه. آقای هم برید من میدونم ایشون همسر مهربون شما که کنار ما نشستن علاقه نشون میدن به این که همه زمینه با استاد همراهی کنن. واقعا چند درصدشون در موفقیت شما در کارشون موثر بودن؟ ایشون فقط به من میرسه که من وقتم تلف نشه چیز، یه مقدارم کمک های فنی میکردم سابقا، ولی اون بچه دار و اینا که شدیم دیگه وقتش رفت روی بچه داری و اینا. ولی الان که باز همه رفتن ما دو نفر موندیم باز کمک کنه، کمک البته من کارم کم میکنم دیگه چون دیگه سنم، ولی واقعا راضی هستم از هر لحاظ. چون ببینید همیشه میگه در کنار یک آدم موفق یه زن خسته در کنارش هست، یا میگن پشت هر مرد موفق یک همسر خسته هست، یه همسر موفق وجود داره. البته خسته که میگم واضح نیست که همه زحمت ها رو اون ایشون چیزی دو تا از فرزندان شما میدونم که موزیسین هستن، یکیشون بله یکیشون بله ویولون میزنه، پسر اونم بازیکشون پسر همون مرجود ما ویولون میزنه. یعنی نوستون؟ بله خیلی واقعا خوبن همشون، اینم معلم خیلی خوبیه. ولی از بچه ها و نوه ها هیچ کدوم به طرف ساز سازی یه نه چرا این یکی که داره ویولون میزنه که نزدیک به لیسانسه یه مقدار تعمیرات یاد گرفته. استاد ممکنه یکی از ویولوناتون هم به ما نشون بدید؟ بله ساخت خودتون رو ما دو نوع ویولون کار کردیم. اون ببینید
یه نوع ویولونیست که روش کار میکردیم برایه که دورش اگر دیگه ببینید اون توه که ساده است. اینجا به اصطلاح میدونید هر نوازنده های سازنده های قدیم یه شاهکارهایی داشتن. بله مثلا استراد اینجا ها رو گل چیز گلکاری کرده و هاشه این رو با منبع. درست این هم یه تکنیکی که مربوط به خود من مهکاری بهش میگم. بله این البته خیلی زد بله این کلمه که این دوگه برداشته میشه توش امضای منه. بله میدونم شما معمولا این قسمت ویولون امضا میکنید. چرا معکوس میکنید این کارو؟ برای اینکه تا صفحه زیر رو نچسبونی نمیدونیستیم که چون صفحه زیر رو میچسبونیم همه کار همچه که بخوام صفحه رو بچسبونیم میمیستیم اون مجبوره عوضی بمیستیم. پس جنبه این اشکال تکنیکیه که این کار این ویولون ساز جدید شماست؟ این تقریبا جدید که چه فکر کنم 10 سال 12 سال پیش. این هم یه ساز باز تقریبا همزمان اینه. این ساده است دیگه به اصطلاح از کارهای بله. نه رجوعی صحبت نشده. نه اون صحبت نشده اونم یادت باشه چیز کنیم. این نمیدونم حالا شما دو نوع سازیست که ما الان داریم موجود. یکی اینه که به اصطلاح از چوب خیلی چیز تهیه شده، چوب ایرانیه، زیرش ایرانیه، کلاف و دسته چوب افرای ایرانه، صفحه روش فقط خارجی که ما نداریم اصلا. چه چوبی هست؟ چوب اکسپروس بهش میگن. از خانواده کاجه، برگسوزنی ها، از خانواده برگسوزنی هاست که واقعا اون وقت این دیگه نوعش نوع مال موسیقیه. اون وقت این چوب از ایتالیا میاد؟ نه نه از آلمان ما میاریم. ایتالیا خودش اون وقت که در آلمان و که جنگل هایی که کشته میشه برای اتریش و اون طرف ها هست در جایدی خیلی کمتره و بهتری میشه. جناب قنبری با ساز استاد قنبری دید که برای من بزنید. چرا خود شما نمیزنید؟ والا شما اول این ساز رو به سر تبرکش رو کنید بعدا ما آرسه اونجا داریم مثل که هم اون بغل اون بغل Thank you.
خیلی ممنون از محبت شما. ماشاءالله نشون میده که همطور که زیبا ساز میزنید سلامتی وجود شماست که منتقل میشه روی ساز. خواهش میکنم، محبت دارید. خیلی ممنون. بالاخره ما همیشه سعی میکنیم خدای نگره در یه چیزایی رو اون چرا که هستیم نشون میدیم، یعنی کتمان نمیخوایم بکنیم. واقعا شما گفتید، حالا در صورتی که خب بالاخره مشکله برای من ساز زدن در این سن و اینا، ولی خب تونستم انقدر دو تا. خب این نشون میده که ماشاءالله سلامت و سرحال هستید و انشاءالله که سایتون هم بر سر هنر و هنرمند ایرانی همینطوری باشه. من راجع به کموچه توضیح داده بودم براتون. این ببینید، ما کموچه رو هم آلتوش رو ساختیم هم باسش رو. این باسشه که به اصطلاح حالا اینا رو بی زحمت بگیرید نورم بدهید که ما بتونیم باس رو نشون بدیم. ببینید حالا این البته صندلی بس بلندتر باشه. باسو ما طراحی کردیم به این صورت که یه نوازنده ویولونسل کاملا بتونه با این باس بزنه، بدون اینکه بدون با یه تمرین خیلی کوچیک میتونه دیگه تمرین همه ابعاد همه بله فواصل رو هم حتی ما حفظ کردیم. اکول هم به همین صورت در واقع این ویولونسل همینجور میتونن کار بکنن، کاملا میتونن مانور بدن هر کاری که میتونن. با این تفاوت که صدای از دلیساز میاد شبیه کموچه گونه کموچه بزرگه. بله اینم یکی از کارهایی است که ما کردیم. اسمش چی گذاشتین سازو جان؟ باس، فقط کموچه باس. کموچه باس. بله چون حالا هم نبوده. نه اصلا این ساز طرح شماست برای اولین بار طراحی شده. بله من این رو مثل که خدمت رو عرض کردم که واقعا هر کسی توی زندگیش اگه یک ذره وجدان آگاه داشته باشه بس اونقدر که مصرف کننده هست بازده داشته باشه، نظم دنیا رو میتونه برقرار کنه. این به عکس قضیه که بخواد فقط بخور و مصرف کننده باشه، این نظم دنیا اینه نمیگه. منم به این با این فلسفه‌ای که واقعا زندگی کردم تا به حال، تا موقعی که میتونم باید بازده داشته باشم، ولو اینکه یه ناهاری که میخورم این ناهار رو بدونم چقدر زحمت کشیده شده روش تا من تونستم به این وسیله زنده باشم، سلامتی مرز کنم. خب اینم شغل منه، خب باید بازده در این شغل داشته باشم. خب این کارو میکنم. چرا؟ جناب قنبری همیشه آوازه خوش شما همه جای دنیا مطرح هست و من فکر میکنم تمام نوازنده های خوب ایرانی در هر کجا که هستن از سازهای شما همیشه بهره‌مند هستند و ذکر خیر شما رو میکنن. بنده هم سپاسگزارم ضمن اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتی. این سعادت رو داشتم که چند تا از سازهای شما رو داشته باشم و امیدوارم که در طول عمری که حالا سالها ادامه خواهد داشت شما شاگردانی تربیت بکنید که این مسیر رو ادامه بدن. امیدوارم بتونم این گفته شما رو تا اون انتها بکشم. و میدونم که شاگردان زیادی هم تعلیم و تربیت کردید. سعی کردم. من آخرین سوال من میکنم به خصوص برای این که خب بزرگانی مثل منوهین و دیگران سازهای شما رو در دستشون دارن و میدونم که آقای منوهین هم با ساز شما کنسرت ها داده دور دنیا حتی. این همون ساز رو من دارم که دست آقای منوهین هست. بله دو کاسه میشه که برای بینندگان عزیز ما بفرمید که این از کجا اصلا به ذهنتون رسید این طرح؟ والا ببینید این طرح داستانی داده. من یه آقای بود، آقای آراکلیان، آقای خودسیف نوازنده ویولون تو ایران، آقای آراکلیان هم به مطالعه روی سازسازی ایران مثلا سازسازی ویولون خیلی کرده بود.
خب اینو مرحوم سوا به من منو بهشون معرفی کرد که من داشتم سازسازی ویرانسازی میکردم، ایشون هم اطلاعات کتابی داشت منتقل میکرد به من، منم سورن آراکلیا، سورن آراکلیا فوت شد. در هر صورت من با ایشون یه مقدار اطلاعات رو از این میگرفتم، ولی بعد من اطلاعاتی که ایشون به من میداد من خوب میدم از این کتاب و فلانه، ولی حس من به من میگفت آقا این موجودیست که نوشته شده، ممکنه یه چیز دیگه هم باشه که هنوز موجود نشده باشه. اینیست که تا این بود که یه روز به فکرم رسید که این ویولون وقتی که اینجور تراش و این خاصیت رو داره، کتاب امیلپ به دستم رسید که از فرانسه آقای خودسیف آورده بود از فرانسه، این رو میخوند و ترجمه میکرد، یادم میاد اون آقای استوار ترجمه میکرد واسه من که خودش هم موسیقیدان بود، من شما بله ایشون خونه خودسه بودیم و ایشون ترجمه میکرد، منم دیگه واقعا خسته شدم بس که ترجمه میکردم چیز میکردم، حواسم پرت شد تو عالم خودم، یه دفعه دم آقای خودسه عصبانی شد و ببین این همچین فلان اصلا هیچ اهمیت نمیده، این کتابو مثلا ما آوردیم شما دارید چیز میکنی اینا، عصبانی شد. گفتم به آقای خودسه این نیست که آقای شما میگید، من چیزه میفهمم اون کتاب چی میگه، احتیاج نداره اینقدر وقت. گفتش که نه تو کجا میفهمی؟ گفتم آقای استوار اینو ببینید، بعد از این راجع به ورنی صحبت نمی کنه، بعد از این راجع به فلانچی صحبت نمی کنه. خوند و گفت چرا؟ گفتش که آقا اینو خونده این کتابو؟ گفتم والا اصلا من کتابو نخونده، ولی میدونم اصلا روال یعنی این دیگه، این غیر از این نمیتونه باشه. برجد ما گفت یعنی چی چی؟ گفتم خب ممکنه یه جور دیگه هم ویولون بسازیم همین صدا رو بده. یادم حرفی که از خود صرف در من گفت این دیوونه است. هیچ یادم نمیده گفت این دیوونه است. گفتم خب دیوونه است. به هر جد ما اومدیم یه چند وقتی گذشت و یه طرح دادیم برای ویولون دو کاسه خودم، حالا چطوری شد اونم یه بحثیست طولانی دیگه نمیخوام توضیح بدم. طرح دادیم و صبح اومدیم اداره و شروع کردیم به ساختن، یادم میاد اولین ویولون دو کاسه هم دست شماست. اینو یادتون باشه، این امروز خوب شد من یادم افتاد، اولین ویولون دو کاسه که ساختیم ساده و تونستیم این حرکت رو روش پیاده کنیم پیش شماست. بعد انواعش رو ساختیم که آقای منوهین گرفته اینا. منظورم به این نکته است. حالا من دوربینم رو باز رعایت بکنم. خواهش میکنم. بعد اینو ساختیم و آقای آراکلیا مخالف، سولیست ارکستر سمفونیک آقای لوجی مخالف، تمام ریختن سر ما آقا تو اصالت رو از من برد. آقای لوجی که در قید حیات نیستن؟ نه خیر، نه هیچ کدوم اینا نیست. خودسیت هم خودسیت. آقای لوجی معلم منم بوده. آره. آقای لوجی هم گفت آقا این کارا چیه تو میکنی؟ آقا تو همه چیزو به هم ریختی اینا. بالاخره آقای آراکلیان که خب مخالفت کردن، این مخالفت و سرصدا پیچید به گوش پربود رسید. آقای پهل بود منو خواست گفت چیه جریان اینجور شروع کردی؟ اینجا چجوری شده؟ همه ناراحتن از دسته. گفتم والا یه ویولونی من گفت خب بیار من ببینم. بردم گفتم اینه. گفت بزن باهاش. زدم باهاش. گفت این صداش که چیزی نیست. گفتم که گفت این بد نیست صداش. گفتم که والا اینا میگن بده. گفت خب برو من خودم ترتیبش میدم. یادم میاد تلفن کرد به کنسرواتوار هنرستان که آقا یک هیئتی رو چیز کنیم بیان این ویولون رو با یه ویولون دیگه تو سالن امتحان بکنن، نظرشون رو اون هیئت به ما بدن که این از نظر صدا دهندگی چیه. برجهت این کار رو کردن. یادم میاد آقای خودسیف بود، آقای سنجلی بود، آقای آراکلیان بود، این دکتر ریاهی هست. اینم اون موقع میخواست لیسانس بگیره، اینم برای نوازندگی انتخاب کردن. دو تا ویولون آوردن
که یکیشون رو که خوش صدا بود اونو انتخاب کردن، یه دونه ویران دو کاسرم گذاشتن فلوپ، گفتن خب برید رو سن بزنید ما گوش میکنیم میگیم کدوم صدا بهتر. آقای ریایی که اومد بزنه دیدم اینا نشستن دارن نگاه میکنن به ویالون. من گفتم من همچین اجازه نمیدم کسی بشینه اینجا ویالون رو ببینه بعد صدا رو تشخیص بده. گفتم شما روتون رو بکنید اون بعد پشتتون رو بکنید بسه که صدا رو فقط قضاوت کنید نه ویالون رو. این بود که البته خب یه خود توهین‌آمیز بود این بزرگان، ولی خود سیف گفت باش حرفش درسته، گفت قبول برگشتون چیز که اونام برگشتن. یادم میاد آقای ریاهی زد رو این زد رو اون زد رو این زد، یه دفعه دیدم دستا بالا نگو نه این صدا بهتره. گفتم آقای ریاهی ببین همون جوری بی جلو. اتفاقا آقای پهبود باعث این خیر شد. بله بله جالبه، من در جمعی بودم در امریکا منزلی که از دوستانمون، موقعیتی پیش آمد بنده قطعاتی رو با ویالون اجرا کنم، ایشون هم در اون جمع بودن. عجب. وقتی ساز بنده تموم شد آقای پهبود به طرف من آمدن گفتن که خیلی قشنگ بود حرفی که زدن، به قدری به دل من نشست، یه تشبیه شاعرانه. گفتن آقای لقمان حاتمی ساز شما شنونده رو مثل باد، مثل نسیم با خودش به هر کجا میخواد میبره. آخه و اینقدر این حرف زیبا به دل من نشست. من هم تکون داد باور کنیم. در حال ایشون خودشون هنرمند هستن و به همین دلیلم اون موجب خیر رو ایجاد کردن که ساز شما رو مثلا در معرض به محک بزنم و چقدرم خوشحالم که برنده شد و مطمئنم و منم چقدر افتخار میکنم که اون ساز دست منه، اولین سازه. بله اون اولین ساز، البته بعد از اون خیلی ساختم، چند تا ساختم ولی اون اولین سازه که پیش شماست و افتخار میکنم اینو. افتخار برای بنده است اتفاقا، من اون نوار جاودانم و با این که حضورتون دادم. بله دارم اون نوارو. جناب استاد من مزاحم وقت شما بیشتر هستم، نمیخوام بشم، میدونم که احتیاج به استراحت دارید و با کسالت سرماخوردگی هم که داشتید ما رو به حضور پذیرفتید. روز خوبی بود برای من، افتخاری بود و در ضمن من تشکر دارم همسر شما که واقعا یار و مددکار بودن بدون تردید. امروز اگه شما به عنوان یکی از بزرگترین ساز های جهان مطرح هستید، همت و لطف همسرتون هم بوده. واقعا میگه تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، واقعا باید اینا یک هماهنگی باشه تا یک موفق در یه قسمتی پشتش موفقیت باشه. این هماهنگی بوده تو زندگی من، من تونستم فقط کارم رو بکنم، زندگی بار زندگی رو شخص دیگری که ایشون باشن کشیدن، ولی من کارم رو کردم، اجازه دادم به من. من مطمئن هستم که سالیان سال همه ما از وجود نازنین شما بهره‌مند خواهیم بود و ابداعات و اختراعاتتون رو بیشتر در زمینه سازسازی شاهد خواهیم بود. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم. در خدمتتون هستم. آرزوی طول عمر و بقای زندگی براتون می‌کنم و موفقیت. خیلی سپاسگزارم از شما. شما تشکر. خیلی ممنون. یک دنیا برای من واقعا یکی از زیباترین روزهای زندگیم بود جناب قم. من بگم ما بی‌بهره نبود. Thank you.
Thank you.